پیشنهاد تازه کنگره آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و موظف ساختن دولت پرزیدنت اوباما برای زیر نظر داشتن آنچه که در ارتباط با حقوق بشر در ایران می‌گذرد. مذاکرات اتمی میان فرستادگان تهران و نمایندگان 5 به اضافه 1 چه سرانجامی خواهد داشت؟ آنچه که در عراق می‌گذرد و نگاهی خواهیم داشت به رأی صادره دادگاه نیویورک درباره پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریسم در لبنان که گفته می‌شود تروریست‌ها از سوی جمهوری اسلامی نیز مورد حمایت قرار داشتند. نگاهی نیز خواهیم داشت به آنچه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در روزهای اخیر گذشته است و اوضاع عراق. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود همراه با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر. در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما در لندن. درود به جناب چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری البته از ایران فردا. آقای سازگارا سلام، خوش آمد. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده عزیز، از اینجا شروع می‌کنیم که آقای خامنه‌ای باز سخنانی گفته درباره برنامه اتمی ایران، حرفایی که بازتاب چندان خوشایند و به سود ایران نداشته و اونچه که درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی می‌گذره. پیشبینی میشه که نتیجه روشنی به دست نخواهد اومد که امیدواریم هرچه که هست به سود مردم ایران باشه. ارزیابی شما رو در ارتباط با آخرین خبرها در این زمینه میشنویم. جناب چالنگی عزیزم، اولا بگم در آرم برنامه این که بعد از صحبتهای شما پخش شد یه تصویر کوچکی دفعه سینما ایران رو دیدم، یه در کوچکی که و یاد اون سینما ایران با اون سردر بزرگ تو لاله‌زار افتادم. یه فیلمی از پوران آورده بود، طلای سفید با مارکو گریگوریان فردین. 17 دفعه من این فیلم رفتم. اصلا یادم نمیره در اون سینما ایران سال اول در سینما ایران خاطرات بسیار دارم. بینندگان تفسیر خبر، بینندگان ایران فردا، من حضور درس کنم جناب چالنگی عزیزم. آقای خامنه‌ای، به مرور که آدم تأمل روی صحبت‌های آقای خامنه‌ای می‌کنه متوجه میشه که یک عده شارلاتان که نفعشون در اینه که ایران تو این شرایط باشه، ایران آرامش نبینه، اصلاحات نبینه، اینا کاملاً مغز آقای خامنه‌ای رو در دست گرفتن و معمولاً اون تیکه کاغذ کوچولویی که دست ایشونه اینا تراوشات مغز این عده است. شما می‌بینید وقتی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح حسن فیروزآبادی باشه که تو کلاس قرائت قرآن آقای خامنه‌ای تو مشهد روزای جمعه شرکت میکرد و به خاطر همین ارتباط میشه همه کاره، یا آقای سلیمی نمین مثلا، ایشون چون سر کلاس قرائت قرآن میمد مؤسسه تاریخ رو بهش میدن میشه جزو کسانی که برنامه ریزا، یا آدم های دیگه که دور آقای خامنه‌ای هستن. بعد متوجه میشه که آقای خامنه‌ای واقعا چنان از حقیقت دورش کردن که در یک دنیای وهمی
داره زندگی میکنه و با این اوهام تصور میکنه ایران از نظر علمی خیلی پیشرفت کرده، موشکایی که ساخته، این موشکا میتونن قلب آمریکا رو به لرزه درارن، سانترفیوژهایی که درست کرده با میلیاردها دلار، اینا پیشرفته ترین سانترفیوژهای دنیا هستن، در حالی که وقتی با این سانترفیوژهایی که مثلا تو آلمان مورد استفاده قرار میگیره مقایسه بشه به قبله یه نفر 100 سال عقبه. بنابراین میخوام بگم با تکنولوژی جنگ جهانی دوم، با زیردریایی طارق، با موشک تقلید شده از موشک نودونگ کره شمالی که تازه خود اون تقلید شده از موشک چینی و روسی است، خود رو قطب عالم امکان دیدن و این نوع نگرش که تو عراق، تو سوریه، تو لبنان آثارش رو میبینیم، متاسفانه آقای خامنه‌ای رو در یک انزوای مطلقی برده، تار عنکبوت اوهام دور ایشون پیچیده شده و آدم وقتی حرفای ایشون رو درباره مذاکرات اتمی و برنامه میفهمه سر در نمیاره. از یه طرف از مذاکره کنندگان راضیان، از آقای روحانی راضیان. خب اگه راضی، برای چی حسین بازجوی شریعت مداری میاد و اون مطالب رو مینویسه؟ چرا آقای رسائی، چرا آقای خسرو خوبان میاد این حرفا رو میزنه؟ ببینید، در کشوری که آقای خاتمی دو دوره رئیس جمهوری، ممنوع تصویر، ممنوع بیان، حالا این از نظر ترکیبی غلطه ولی خب متداول میگیم، و ممنوع صدا، و آقای علی مطهری میگه آقا ممنوع نفسش هم بکنید دیگه راحت بشه خیالتون، و آقای موسوی و کروبی دو تا از پیلار پایه های نظام جمهوری ولایت فقیه متهم به براندازی و توطئه و همدستی با بیگانن و برای اینکه رفع حصر ازشون بشه باید به پای سید علی آقا بیفتن، کفش ایشون رو ببوسن، اظهار توبه کنن، اقرار کنن خیانت کردن، خب طبیعی است ما به چه سویی داریم میریم و آقای خامنه ای داره این کشتی به گل نشسته رو چجوری همینجوری توی سراشیبی دریا میندازه تا بالاخره غرق بشه. حالا من نگرانیم غرق شدن جمهوری ولایت فقیه نیست، آرزوم اینه، اما نگرانیم اینه که با غرق شدن جمهوری ولایت فقیه ایران رو هم با خودشون غرق بکنه. در برنامه سرزمین ما که فردا شنبه شب از شبکه تلویزیونی ایران فردا پخش خواهد شد با یک کارشناس نیز صحبت کردیم درباره خصوصیات و ویژگی های مستبدین دیکتاتورها از نظر روانی و حتی از نظر بیولوژیکی چه تغییراتی ایجاد میشه در اونها پس از اینکه به مرور تبدیل به خودکامی بیبدیل و بیجانشین شد. آقای سازگارایی عزیز، آنچه که در وین گذشته و میگذره بازتابش رو در واشنگتن ما چنان خوشحال کننده نمیبینیم، یعنی در واشنگتن هم چندون امیدواری به نظر نمیرسه راجب مذاکرات وین. بله، در وین که حالا قرار فردا و پس فردا وزرای خارجه پنج به اضافه یک هم برن به کمک هیئت‌های مذاکره کننده و در واقع این نونو از تنور بلکه در بیارن قرارداد با ایران، چند تا مشکل سر راه این قرارداد هست. اولیش زمان اجرای قرارداده که ایران به 5 سال تا 7 سال هم رضایت داده ولی صحبت از 20 سال میکنن پنج به اضافه یک. دیگه از مسائل تعداد سنتریفوژ هاست که آقای خامنه‌ای در صحبتی که صحبت 190 هزار سورو کرد که واحد تولید سپریت ورک یونیت در واقع واحد تولید همین سنتریفوژ های قدیمی هستش، در حالی که دنیا روی حداکثر 10,000 تا فکر کرده. و مسائل دیگه‌ای که از جمله تحریم ها، من واقعا راجع به صحبت های آقای خامنه‌ای فکر می‌کردم که چرا ایشون یک مرتبه یک عدد به این بزرگی رو پرونده و دست و پای در واقع هیئت مذاکره کننده رو شاید در پوست گردو گذاشته باشه. به این دن چرا از دو حال خارج نیست،
البته یه شق سومی هم هست که اون رو عرض میکنم، دو حال عقلی خارج نیست، یا اینکه هماهنگ بوده ایشون با هیئت مذاکره کننده این عدد رو گفته و در واقع به مرگ گرفته که به تب راضی بشن، یه عدد بزرگ گفته که این طرف آقای ظریف هم بگه که بنابراین بیاین به این 50,000 تایی که ما میگیم رضایت بدین، یا اینکه ایشون متوجه شده که تحریم ها رو قرار نیست یک شبه بردارن، چون این رو آب پاکی رو روی دست ایران ریختن و گفتن حداقل 5 سال تا 7 سال که طول میکشه ما عملکرد تو رو ببینیم و آروم آروم تحریم ها رو برداریم. و به نظرم ایشون فکر کرده حالا که تحریم ها رو قرار نیست بردارن یک ژست بزرگ بگیره و رفتم دوباره ایشون سراغ اقتصاد مقاومتی و گفت خرج که از کیسه مهمان بود، خاتمه تایی شدن آسان بود از کیسه ملت ایران ایشون خرج کرد که وای میسیم و مقاومت میکنیم و نمیدونم اقتصاد مقاومتی دنبال میکنیم و غافل از این که این وضع خراب اقتصاد مردم رو به جون آورده. به هر حال اون شق سوم که عرض کردم نیست که ایشون این حرف رو نسنجیده و نپخته بدون محاسبه گفته و دفتر ایشون هم سانسور نکرده، برای اینکه در بیت ایشون مخالفین دولت روحانی کم نیستن، چون همه حرفای ایشون رو دفترش بعدن ادیت میکنه، سانسور میکنه، بعد در اختیار رسانه ها میذاره. به هر صورت هرچی هست به هر دلیل این حرف زده شده، به قول وال استریت جورنال یک مشکل جدید به مشکل مذاکرات اضافه کرد. ولی آقای جالنگی، در واشنگتن اتفاق جالبی که در طول هفته گذشته افتاده، دو حرکت هست از مجلس نمایندگان امریکا که بیش از 3/4 نامه ای رو امضا کردن خطاب به آقای اوباما که شما هر توافقی بخوای بکنی برداشتن تحریمات اگر قول بدی با کنگره مشورت بکن، برای اینکه بسیاریشون مصوبات مجلس نمایندگان امریکا رو داره و اوباما هم میداند که بعداً نیازمند مجلس برای اینکه مصوب کنن و اینا رو بردارن، و گفتن که خلاصه اینها رو با توجه به مسائل نقض حقوق بشر و سرکوب مردم به این سادگی نباید برداشت. و دومی هم اینکه دو سناتور با نفوذ، آقای مارک کرک و آقای مارکو روبیو، طرح قانونی رو پیشنهاد کردن که خیلی هم احتمال داره هم در سنا رأی بیاره هم در مجلس نمایندگان، که به موجب اون دولت اوباما رو موظف میکنند که در خصوص نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق دموکراتیک مردم ایران حساس باشه و یک هماهنگ کننده در قانون پیش بینی شده و 32 میلیون دلار هم بودجه و بسیار بسیار سفت گرفتن و سخت گرفتن در این قانون در خصوص مسئله نقض حقوق بشر. من یک توضیح برای بینندگان بدم. در تهیه این نامه‌ای که آقای سازگارا اشاره کردن، 344 نماینده کنگره فرستادن، همونطور هم که اشاره شد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه در کنار هم هستند. متن این نامه را آقای اد رویس نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا امضا کرده که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا است، مجلس نمایندگان هست، و آقای الیوت انگل نماینده دموکرات از نیویورک است. برای شکل و شمایل سیاست خارجی آمریکا ظاهرا در برابر حکومت ایران و نقض حقوق بشر داره میره وارد مرحله تازه‌ای بشه که باید منتظر بود چه شکل و شمایلی داره. اما آنچه که هست در داخل خود ایران هست، آقای نوریزاده عزیز، آقای خامنه‌ای همچنین اشاره کرده که دانشگاه‌ها و دانشجویان و اینها دیگه نباید سیاسی باشن، یعنی مثل این که فقط دیگه حدی باید سیاسی میبودن که میرسید اوضاع قدرت به دست روحانیت شیعه و مخلفات. ببینید آقای چالنگی، من واقعا اینا رو که میشنوم متأثر میشم، خودم دانشجو بودم
یادم تظاهراتی که میکردیم از دانشکده حقوق تا دانشکده فنی، صدها دانشجو شعار نعره داد و بیداد، حالا سه تامونم میگرفتن ولی بعد اونم ول میکردن. تمام دانشگاه سیاسی بود. از روزی که وارد دانشگاه میشیم اصولا در تمام جهان دانشگاه جای سیاسیه. مگه سال 68 انقلاب دانشجویان و جوانان فرانسه یادمون رفته؟ یا در همه جای دنیا، تو همین انگلیس سیدعلی آقا میگه نخیر، دانشگاه سیاسی بود برای اینکه ما تافته های جدا بافته بیایم بشینیم سوار قدرت بشیم، پدر ملت هم دراریم، دانشجو هم باید اونی که ما میگیم بخونه. یعنی چی؟ یعنی علوم انسانی رو نره دنبالش چون بعد دیگه سوال ایجاد میکنه، علوم انسانی یقه میگیره. آقا تو چی میگی؟ تو نایب امام زمانی، این حرفا یعنی چی؟ تو هم یه آدمی هستی با همه عیوب و نقایصت مثل آدمای دیگه. این نایب امام زمان حضرت آیت الله العظما اینا دکونه، علوم انسانی را مطرح میکنه، فلسفه میاد جلوی خرافات اینا حرف میزنه. اینه که وحشت داره. از حقوق میترسن چون یه حقوقدان میاد از حقوق ملت، از حقوق مردم سیانت میکنه. از روانشناسی میترسن چون یه روانکاو میاد میگه اینا همه دیوونن، جنون دارن. خلخالی مگه آدم حسابی بود که سرنوشت هزاران تن رو خمینی داد دستش؟ خود آقای خمینی که اومد رو پشت با مدرسه علوی اعدام چانژره را رو نگاه کن و به خونشون نظر بده رو لبخند بزنه، مگه روان سالمی داشت؟ خب روانشناسی کس نباید بخونه؟ هر رشته علوم انسانی، نجوم کس نباید بخونه؟ هیئت و نجوم، آقا ستارگان رو میبینن، ما میگیم اینا میخند تو آسمون فرو کردن، چجوری مردم اون وقت میشه اینا رو باور کنن؟ دکان ما باید پر رونق باشه. طب سنتی، یه دکتر دارن میاد میگه فواید مثلا خرزهره چیه برای اینکه آقایان قدرت جنسیشون رو حفظ کنن. اینا همینا رو دارن تو تلویزیوناشون. این آقای خامنه ای فقط اینو نمیگه، دانشگاه محیط سیاسی نباشه، به آقایون استادا و رؤسای دانشگاه ها توصیه میکنه محیط دانشگاه رو علمی نگه دارید. بعضیا میگن خب آقا حرف مهمیه، دانشگاه جایگاه علمه. کدوم علم؟ کدوم علم؟ وقتی شما در دانشکده فنی یا دانشکده پزشکی واحدهای فقه و شریعت اسلامی رو میبینید، علم چی رو دارید سراغ میگیرید؟ خدا بیامرزه مهندس بازرگان آفتابه برداشت از اینجا برد به فرانسه، در میان دانشجوانی که میرفتن از جمله کسانی روایت کردن مهندس زیرکزاده دیگران که آقای مهندس بازرگان یه دونه آفتابم داشت، آفتابش هم با خودش برد و با آفتابم برگشت. اما همون مهندس بازرگان میدونست که با ترمودینامیک میخواست خدا رو ثابت کنه، اینم میدونست که کار اجرایی رو با کتاب دعا نمیشه انجام داد. علوم یک زبان دیگری دارد، مذهب زبانی. به همین دلیل میگن نظام‌ها باید سکولار باشن، دین و دولت، دین و حکومت از هم جدا بشن که دین مدار بره کار خودشو بکنه، حکومت هم کار خودشو. در هر حال ببخشید من زیاده گفتم. سکولار ما برای مردم، بسیاری از مردم که پای تلویزیون نشستن بعد دست کم به تفسیر خبر و بقیه برنامه ها ترجمه میکنیم که جدایی دین از حکومت هست، چون این روحانیت حاکم در ایران از کلمات فرنگی نهایت سوء استفاده رو کرده. درسته. اما فرنگی آی نوری زده خب میدونین دیگه، مثلا اومدن همین کلمه سکولار و مثل لیبرال، لیبرالیسم اول بعد از انقلاب بود که مثل فوش استفاده میشد. الان هم ببینید سکولار سر منبر میگن آقا اینا میخوان بیان سکولار بشن، دخترای شما رو لخ کنن ببرن تو خیابون. و من یادم میاد که من یعنی احمد کسروی گرامی، آقای کسروی بزرگ، حرفی رو زده در تاریخ مشروطش و جای دیگه، باز در درساش هم تکرار کرده متن درساش، که یکی از همین روحانیون امثال آقای خامنه ای در جریان مشروطه وقتی که با منور الفکرها به قول معروف یا روشن فکرها یا تجددها و روبرو شده بودن و میخواست محکوم کنه و از عوام نهایت سوء استفاده رو کنه، میگفت آقا جان اینا در داروخانه هاشون، یه داروخانه چی بود در تهران در همون بهارستان که این داروخانه چی بود و مشروطه خواهی، اینا سولفات دو پوتاس میفروشن. شما میدونین سولفات دو پوتاس
تاست یعنی چی؟ یعنی خدا دوتاست. بله. نزدیکتر آقای چالنگی، فلسفی در بالای منبر در همون دوران ملی شدن نفت و اینا خیلی هم طرفدار سلطنت بود که زنبورا شاه دارن ملکه دارن ما چطور نداشته باشیم. جز صحبتاش این بود کمونیست، کومو یعنی خدا، نیستم یعنی خدا نیست. اینو بالای منبر بارها فلسفی گفت و اینها همون عکس مار رو کشیدن. و به منتها من تأسفم در این، آقای چاله اینا مهم نیست، تأسفم در این وقتی ذریح مطهر حضرت امامزاده بیژن رو تو خیابونا میچرخونن هزاران نفر میرن پول میندازن توش، این آدم رو ناراحت میکنه که درست 35 سال دارن تبلیغ میکنن، اما ملتی که 100 سال پیش مشروطه داشته در سال 57 زنان آزاد بودن، جامعه آزاد بوده، چرا باید به این نقطه؟ این اسباب تأسفه. اگه مردم تظاهر میکنن که این نفاق و فریبکاریست و اگر واقعا باور دارن، این اسباب تعجبه. من دومی رو قبول دارم، چون وقتی خانومی در لندن سفره ابوالفضل میندازه که تو کازینو برنده بشه، بنابراین این رو دلیل بر این میدونم که این باور متاسفانه توی ذات ما رفته. آقای سازگاراز معطل شد ولی من بعدا توضیح خواهم داد. این نکته رو هم من بگم، همین که اشاره میکنه اینای نوریزاده روی فیسبوک من دیدم کسی واقعا ظریفی نوشته، نه این آقای ظریف که هیچ برحال نکته طنزآمیزی بود، نوشته بود که توریستی میگفت من از کشوری دیدن کردم، کشور عجیبی دیدن کردم که مردمانش یک ماه در سال به طور پنهانی غذا میخورن. منظورش روزی گرفتن به هر حال نکته بود. دین و ایمان مردم محترم هست، به جای خود بود زمانی، وقتی که آوردن به بازار سیاست چنین شد که میبینیم متاسفانه، وگرنه همون جایی بود که بود، محترم و احترام پا بچه، همون جایی که امسال آقای بروجردی و کازمینی بروجردی گفتن حتی قبل از اختراع سکولاریسم توسط بسیاری بره. یعنی تکرار سکولاریسم جدای دین از حکومت، ایشون هم همین میگه. آقای سازگارا خیلی معطل شدن، من این توضیح رو بدم، گلی که بغل ایشون میبینین از باغچه خودشون هست در این هوایی که هست، که البته من نمیدونم تا چند از زحمت این گل میکشن آقای سازگارا، نکته ایست محرمانه احتمال. نه من که هیچ زحمتی نمیکشم، زحمت گل و گیاه و خانم هم میکشه، ولی این یکی و استثنان اصلا خودروه و مثل که پرنده چیزی تخمش رو آورده به مقدار زیادی ثبت شده خودش از گلهای بیطرفه به اصطلاح. آقای سازگاره یک خبر تأسف انگیز دیگه هم بود که گناهکار در بلخ آهنگری به شوشتر زنندی سر مسکری، جمهوری اسلامی با این عملیات و اقداماتی که کرده، آنچه که هست که خب زیر نگین خود آقای خامنه‌ای هست و بابک زنجانی ها، باندهای بزرگ و یارفزنجانی ها، اینو بخشیش هم این هست، عملیات تروریستی که در لبنان انجام داده، 241 سرباز آمریکایی کشته شده، دادگاهی در نیویورک تایید کرده، دادگاه تجدید نظر برای بینندگان، من بیشتر میگم که غرامت پرداخت بشه به هر خانواده حدود 80 میلیون دلار، جمع بزنیم نزدیک به 2 میلیارد دلار میشه. ببینید این عملیات که حزب الله انجام داد در سال 1383 فکر میکنم بله همون سال هست که 1983 ببخشید، فرانسوی ها رفتن عکس العمل نشون دادن، بر سربازان فرانسوی ها اونورتر کشته شدن و بقیه ماجرا از شما میشتم. این تا چند اندازه اجرا شدنی است این حکم؟ من اجازه دارم یه کوتاه دو سه جمله راجع به بحث دانشگاه هم عرض کنم آقای چالنگی؟ حتما بفرمایید. ببینید آقای خامنه‌ای در اون صحبتش که فرمودن که دانشگاه باشگاهی سیاسی نشه و از این حرفا، یک مقداری هم ایشون آب به آسیاب 50-60 نماینده ریخت که در مجلس استیضاح دارن میکنن وزیر علوم رو، آقای فرجی دانا رو و آقای لاریجانی ریش سفیدی کرده، فعلا یک ماه انداختن عقب، چون برابر قانون اساسی 10 تا
نماینده امضا بکنن، هیئت رئیسه باید اعلام وصول بکنه استیضاح وزیر رو و در دستور بگذاره، که البته بهانه‌شون مسئله برگردوندن دانشجویان ستاره دار تعدادیشون و یا به کارگیری کسانی است که اونها میگن اهل فتنه بودن و غیره، ولی به نظر من اصلی ترین دلیلش این است که وزارت علوم میخواد پرونده 3000 بورسیه رو رسیدگی بکنه که همه از اعوان و انصار هستند و سرصداش در اومده که در دوره آقای احمدی نژاد به 3000 تا آدم بورسای تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا دادن که هیچ کدومشون اهلیت ندارن، شرایطی که وزارت علوم اعلام کرده نداشتن، نه شرط معدل نه سایر چیزها، و به نظرم بین این جمعیت 3000 تایی اعوان و انصار و خواهر و خواهرزاده و پسر و دختر بسیاری از این حضرات هست که اینجور صداشون دارن، و جالب آقای خامنه ای هم همراهی کرده و در واقع سعی کرده که بهانه دست اونها بده، کما اینکه استدعا کننده ها هم این رو گفتن. به هر حال از این زاویه عرض کردم که این هم جالبه. اما راجع به مسئله غرامت 1,750,000,000 دلاری که دادگاه تجدید نظر فدرال در نیویورک هم سه قاضی دوباره رسیدگی کردند و رأی دادند که پولی که بانک مرکزی ایران نزد سیتی بانک داره باید بلوکه بشه و به قربانیان، خانواده های قربانیان انفجار بیروت در 1983 تعلق بگیره. همونطور که میدونید در 1983 ظاهراً طراحش آقای عماد مقنیه بوده و همزمان مقر تفنگدارای دریایی امریکا که حافظ صلح بودند اون موقع رفته بودند در بیروت و سفارت فرانسه با هم منفجر شد، کامیون انفجاری رفت اونجا و بعدن خانواده های اینها چند سال پیش در آمریکا شکایت کردند برای اینکه حزب الله لبنان که مجری اون ماجرا بود مورد تایید، جزو سازمان‌های تروریستی است و ولی مورد تایید ایران، دولت ایران، شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه. ببینید چیز اشکال بزرگی که آقای خامنه‌ای یا نمی‌فهمه یا نمی‌خواد بفهمه این است که ایشون القاعده یا حزب الله لبنان یه سازمان تو کوه و کمر نیست، ایشون یک دولت دستشه، یک حکومتی که در سازمان ملل صندلی داره، در دنیا اموال داره و وکلا حزب الله ها نمیتونن برن دادگاه شکایت کنن، چیزی نداره یا طالبان رو یا القاعده رو، ولی دولت ایران رو که یک شخصیت حقوقی بین المللی است میبرن دادگاه. ببینید در خصوص عملیات تروریستی که در اقصا نقاط دنیا انجام گرفته، از آرژانتین تا لبنان، از عربستان تا سومالی و غیره، و دست جمهوری اسلامی در اون هست، خانواده های قربانیان به خصوص در امریکا ده ها دادگاه رفتند، وکلاشون حکم گرفتند و ایران رو محکوم کردند. بزرگترینش پرونده 11 سپتامبر که 100 نفر از خانواده ها حکم گرفتند که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبل از عملیات 11 سپتامبر، در جریان عملیات 11 سپتامبر و بعد از اون با القاعده ارتباط داشته و قاضی حکم داده بر اساس مستندات، و اینها میلیاردها دلار خسارت ایران رو محکوم کردند. مشکلشون این است که ایران اموالی در آمریکا نداره که اینها برن مصادره کنن، وگرنه میرن ضبط میکنن به حکم دادگاه. اما این مورد اخیر، ولی مال بنیاد علوی رو گرفتن آقای. بله، مال بنیاد علوی، بنیاد علوی یه مؤسسه غیر انتفاعی ثبت شده در امریکاست، امریکایی محسوب میشه. تونستند اف بی آی امریکا در واقع توانست ثابت کنه که این درست ظاهرا یک مؤسسه امریکایی است ولی با ایران ارتباط داره و یک سری
کارهای غیرقانونی کرده مثل پولشویی یا نقل و انتقال غیرقانونی پول، به این دلیل دست کشته. البته اون کل سرمایهش یه ساختمون 700-800 میلیون دلار میارزه و زمین هایی که در 3-4 جای امریکا داره. ولی این پول رو اخیراً متوجه شدن که بانک مرکزی ایران پول داره نزد سیتی بانک، بنابراین بلافاصله دست گذاشتن وکلا روش. و حالا که دادگاه تجدید نظر هم حکم داده، جالبه که وکلای بانک مرکزی ایران هم بودن، چون ایران در هیچ کدوم از این دادگاه ها وکیلی تا به حال نفرستاده بوده. و یک بار دیگه ایران میتواند تقاضای فرجام کنه، ولی به احتمال زیاد اون هم رأی میاره و گرفته میشه. به لحاظ حقوق بین الملل، اینم من از یه وکیلی پرسیدم، این رو هم عرض کنم که این میلیاردها میلیاردی که از اموال ملت ایران به دلیل اعمال تروریستی حکومت و سپاه داره به ضبط میشه در دنیا، اگر حکومت ایران عوض بشه و این حکومت سرنگون بشه، حکومت بعدی میتواند بلافاصله درخواست بگذاره و گرفتن اموال ملت ایران رو متوقف بکنه. اگه تا اون زمان اموالی مونده باشه آقای سازگار، ولی من وقتی اشاره کردم که گناهکار در برخا هنگری به شوش زدندی سر مسکری، عملیات تروریستی جمهوری اسلامی، علمای اعلام در ایران پشتش هستن و پولی که پرداخت میشه از سفره مردم ایرانه، از سفره کودکان هست که با افتخار مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر آموزش و پرورش انگار آمار رشد اقتصادی رو میده، میگه بعد از 0.5% دانش آموز معتاد رسیدن به 1% و این رو مطرح میکنه. یا در کرمانشاه آقای چالنگی مسئول بچه ها رو خرید و فروش میکنن، کودکان کار رو خرید و فروش میکنن. بله به طور مفصل در برنامه با آقای اوسانلو هم در این زمینه صحبت کردیم. کودکان کار برحال تروریسم جمهوری اسلامی چون تاوانهای در خارج از کشور میده، اما عملیات تروریستی آقای نوریزاده در ایران قربانیان بسیار گرفت و صدایی هم آنچنان که باید پیگیری نشد در مجامع بین المللی. ترور پوینده، ترور محمد مختاری، ترور امید رضا میرسیافی و و و و صدها نفر دیگر در زندان ها و بیرون از زندان ها، همونطور که ترور دکتر شاپور بختیار در خارج از کشور، ترور دکتر سیروس الهی، ترور فریدون فرخزاد، ترور کاظم رجوی و بسیاری دیگر. عبدالرحمن برومند، بله عبدالرحمن برومند، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، خلبان محمدی، سرهنگ بای احمدی، تیمسار و ویسی و بسیاری دیگه. ترورهای داخلی رو هم حتی همچنان میگم دیگه، خانواده هاشون هم حتی به دکار جمهوری اسلامی شدن و زیر فشار قرار گرفتن. و ببینیم این سیاست های نوریزاده همچنان ادامه داره. در عراق جمهوری اسلامی همین سیاست رو دنبال میکنه، در سوریه نیز سیاستی که پی گرفته در واقع همینه و در لبنان هم. جناب چالنگی اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم در این داره، این دادگاه اخیر در نیویورک. ببینید دادگاه یک شاهدی داره مثل شاهد سی، منتها این شاهد به دلیل قوانین آمریکا نمیتونه حاضر باشه، اما در پس پرده شهادت او در دادگاه موثره. این شخص کسی نیست جز سردار علیرضا عسکری، معاون سابق وزارت دفاع، مردی که در زمان حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و سپس سفارت آمریکا که جمعاً به کشته شدن 300 و اندی منجر شد، با نام رضا عساکر فرمانده نیروهای سپاه در لبنان بود و تمام عملیات زیر نظر او انجام شد. امروز او مسئول از مجازات به خاطر دیلی که با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بسته، اطلاعات زی قیمتی که داده که در بعضی جاها کمر رژیم رو به ویژه در افریقا و در آسیا جنوب شرقی آسیا شکسته و همینطور در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به اسرائیل امکان داده تاسیسات شیمیایی و اتمی سوریه رو بزنه. این آدم در یک شهادت مفصلی که داده جزئیات حمله به سفارت آمریکا
و مقر تفنگداران و نقش جمهوری اسلامی رو بازگو کرده. بنابراین اینی که آیه دکتر سازگارا گفت نمایندگان بانک ملی بودن، چون میدونن محکوم میشن این بار، خبر دارن دادستان یک نسخه ای از اون افادات رو که سری هست و حق استناد بهش تو دادگاه رو ندارن برای وکلای مدافع جمهوری اسلامی ارسال کرده، پس میدونن قضیه چقدر با اهمیته. این یه توضیح. در مورد داخل کشور ببینید آقای چالنگی عزیزم، وقتی خسرو خوبان روح الله حسینیان میگوید آنچه که آقای سعید امامی میکرد وظیفش بود، جز مسئولیاتش بود، این کار ماست، ما خودمونم آدم کشتیم، اینو میگه حسینیان. و منظور این است که قتل انسانهایی که از نظر اینها معارض و معاندن یک وظیفه است. شما یادتونه در حمله به کوی دانشگاه که ما نزدیک همین پریروز بود، وقتی بچه‌ها رو از بالای اونجا مینداختن پایین میگفتن یا فاطمه زهرا قبول کن، یا آقای بهبانی در کتابش وقتی مینویسه اون مرد نازنین مرحوم بهبانی میهمان این آقایان، در اونجا مینویسه میگه وقتی طرف میشست منو شلاق میزد، هر شلاقی که بر پشتم میخورد میگفت یا فاطمه زهرا قبول کن. یعنی اینا خودشون رو جای معصوم میذارن، جزو اصحاب معصومین، و ماها همه معاند و منافق و مرتد و کافریم. پس آیین اینا اعتقاداتشون بهشون دستور میده جهان رو باید تطهیر کنن از امثال ماها، و کاری که میکنن نظر خودشون درسته. این مال یه مجموعی از اون. یه مجموعه دیگرشون مزدورن، یه کسی مثل اکبر خوشکوش یه موقعی گاو میکشته، حالا آدم میکشه، براش هم مهم نیست، چون در برابرش آقای خامنه‌ای یه پاساژ بهش میده. پس اگه میاد فرخزاد رو میکشه، ده نفر دیگر رو میکشه، چون پاساژه رو بهش میدن، ماشین بنز رو بهش میدن. اینا نمونه های بارزی از این هست. یا موسوی نژاد در همون ماجرای میکنوس توی اعترافات خودش هم میگه، در اونجا هم اشاره میکنه، میگه آقای دوری نجف آبادی اومد تو زمین فوتبال، ماها ایستاده بازی میکردیم، اومد و به ما گفت برید دیگه معطلش نکنید، برید کارتون رو انجام بدید. گفت ما فکر مثل همیشه سعیدی سیرجانی رو کشتیم، بقیه رو میریم میکشیم، جایزه هم بهمون میدن، ارتقای مقام هم میدن. این نظامه، اساس نظامه. وقتی میان برای کشتن حاجی زاده شاعر و پسرش استناد میکنن به کشتن اون شاعری که پیامبر رو حجو میکرد و بهشون گفته شد اگر شما هفتا بدین بکشین و چاقوتون بوی جگر اون رو بده شما به بهشت میرید، با این استناد اومدن تو خونه حاجی زاده نصف شب، هم خودشو کشتن هم بچه‌شو، بعدم چاقوها رو بردن دم دماغ رئیس اطلاعات کرمان گرفتن بو کنه ببینن بوی جگر میده. ببینید اینا شما تمام چیزاشون نگاه کنید روی مبنای حزب الله میره. مرد بزرگی مثل حسین مرو و اون فیلسوف بزرگ لبنانی شیعه رو میره میکشه، نوش بغلش، نوه شیرخاره، و میکشنش، چون میگن اگه اونو بکشیم این مخالف ولایت فقیه، ما باید اونو بکشیم تا به بهش بریم. به هر حال وقتی که دین و دولت و زندگی مردم دست مشرک کلاش میفته که دین را مصادره کردن به میل خودشون، همین است که داریم میبینیم تا بقای اینها هم این ماجرا ادامه خواهد داشت. بعد این سیر رو به کجا داره آقای سازگارا؟ سیر عملکرد این حکومت، سیر سیاست داخلیش، سیر اختناقی که برقرار کرده، این رو به کجا داره؟ به کجا میتونه منجر بشه؟ آیا تحمل اصلاحی رو داره آقای خامنه‌ای، اطرافیانش، کسانی که زینف هستن از وضعیت موجود، چه در عرصه داخلی چه در عرصه سیاست منطقه‌ای و خارجی؟ والا تا اینجای کار که آقای خامنه‌ای نشون داده که تمام بیماری‌های دیکتاتورها رو گرفته، چون دیکتاتورها همشون فکر میکنن که اشتباه اون یکی رو نمیکنن، در حالی که غافلند که این اشتباه دیکتاتور نیست، این لازمه نظام‌های دیکتاتوری است که اون اشتباهات رو میکنه. ایشون هم مستثنا نیست، تقریبا تا
تمام بیماری هایی که حالا شما وعده کردین که از تلویزیون توسط یک متخصص پخش خواهد شد که مشخصات روانی دیکتاتورها چگونه است و آقای خامنه‌ای هم چگونه گرفته، به نظر من هم ایشون با عمل کردش که از نوع استبداد دینی هم هستش، ایشون هم دقیقاً کارایی رو کرده که همه دیکتاتورها میکنن و مملکت هم همون جایی رفته که ممالکی اینچنینی میرن، حکومت‌های تمامیت‌گرا، توتالیتر و استبدادی. اولین تأثیراتش رو در اقتصاد شما میبینید. اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بسیار بدی به سر میبره، یعنی این بیرون اومدن از چاله بزرگ، چاه ویل بزرگ تورم رکودی که کشور رو گرفته، به محض اینکه دولت کمی دست زد به اینکه نقدینگی رو کنترل کنه، بلافاصله تاثیرش رو گذاشت. شما دید بورس تهران الان ظرف 2 هفته 20% سقوط کرده و بسیاری مردم با سرمایه های کوچک هستیشون به باد رفته، هیچ کس هم فریاد رس نیست. یعنی بورس ما مشخصات بورسای بین المللی رو هم نداره که بیمه ها و چیزهای حفاظتی و خرید تضمینی سهام اینها رو مثلا توش داشته باشه و مردم هستیشون به باد میره. یا روزانه تورمی که گریبان کشور رو گرفته و افزایش قیمت هایی که دیده میشه و عوارضی که در جنبش اومد، شما از کودکان کار بگیرید تا بزرگترین رشد مسئله اعتیاد به مواد مخدر، رشد طلاق و نابسامانی های دیگر اجتماعی. دیروز دیدم که معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت هم عنوان کرده بود که ایران در بین 170 کشور دنیا به لحاظ آزادی اقتصادی رتبه 168 رو داره. احتمالاً قطعا پشت سرش دیگه کره شمالی و یه کشور دیگه قرار میگیرن که بدتر از ایران باشن. و فساد گسترده‌ای که اقتصاد ایران رو فرا گرفته یکی دیگه از عوارض انحصار قدرت و ثروت در دستان دیکتاتوره که اون وقت به تمام بدنه سرایت میکنه. اما اینکه آقای چالنگی کجا میره، البته خسارت‌های بزرگ به کشور داره، ولی مطمئن باشید همون جایی میره که همه دیکتاتورها رفتن. آقای خامنه‌ای هم دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، سرنگون میشه. نمیشود یک ملت بزرگی مثل ملت ایران رو اینچنینی راه برد، اینچنینی اداره کرد و اینطور در فشار و تنگنا از هر حیث قرار داد. شکاف‌های بزرگی که در کشور ما به وجود آمده در عرصه‌های مختلف اجتماعی و بزرگترینش بین ملت و حکومت، دیر و زود نداره ولی سوخت و سوز نداره، حکومت رو پایین خواهد کشید. بنابراین از این حیث هیچ شکی درش نباید کرد. اما تمام ماجرا سر این نیست که چگونه این اتفاق باید بیفته، چگونه باید حرکت کرد و که بحث مفصلی است. بحث مفصل. من داشتم آقای نوری‌زاده سازگار داشتم نگاه میکردم، فکر میکردم با توجه به اخبار که یک تهرانی، یک شهروند ایرانی در پایتخت کشورش، در بسیاری از شهرها همینه، صبح که بلند میشه با چه مسائل و چه نکات مثبتی روبرو میتونه باشه. دیدم ابتدایی ترین چیزها، اولا هوای سالمی نداره، سبزی یا لبنیاتی که میخوره از حیواناتی تولید شده اون لبنیات که گیاهای آلوده خوردن، سبزی کاغذ میخوره. ورامین آقای نوری‌زاده آمده یا جای دیگه که با آب آلوده چیز شده، از کنم برنجش سرطان‌زاست، برق نداره به اندازه کافی، گفتم هوای آلوده داره، استراب اینو داره اگه دختر یا پسرش بیرون رفته گرفتاری براش ایجاد نشه و ده ها مشکل دیگه. یعنی از به طور عادی اصلا بقیه حقوق شهروندی سیاسی و اینها به جای خود محفوظ، همین حقوق ابتدای انسانی که در بسیاری از دیکتاتوری ها دیگه تأمین شده است، حتی این رو هم از دست دادن. یعنی مثلا من فکر میکنم مثلا فرض کنید در زمان صدام حسین مثلا
برنج سمی یا سرطانزا یا مثلا گیاهی چیز بخورد مرد یا هوای آلوده بود یا جای دیگه دیکتاتورهای دیگه. حتی به این حد هم قناعت نشده، بدتر از اینها هست در جاهای دیگه آقای نورزاده. و دارویی که ناچار مصرف کنه هیچ نوع اعتمادی نداره، بلکه ویران خواهد کرد، بدتر خواهد کرد بیماری. خود آقای رفسنجانی برگشت گفت این آشغالا رو به مردم میدیم به اسم دارو مال چین، و در دو سه مورد دارو واقعا گچ بود و داروهای فاسد و بیهوده و تاریخ مصرف گذشته. و من یادم اسم صدام آوردین، وزیر بهداریش خبر شد که این آقای وزیر داروهای تاریخ مصرف گذشته نه تازه فاسد از سوئیس وارد کردن و تو جبهه سربازای زخمی داروهای آنتیبیوتیک رو مصرف میکنن خوب نمیشن. این وزیر بهداری رو صبح صدا زد، کردم بود، هفتیری گذاشت رو میزش، گفت ببین یا اقرار میکنی و بعد خودتو میکشی، زن و بچه از معزز و عزیز هرچی هم پول گرفتن مال خودشون، پسرت هم درس میخونه تو هم میشی شهید، اونم میشه فرزند شهید و همسر شهید، یا قبول نمیکنی به بدترین وجهی میکشمه. اون بلافاصله اعتراف کرد ما اینیم، یه باندی بودیم، چند میلیون دلار گرفتیم، هفتیر هم گرفت گذاشت رو سرش، خودشو کشت. حداقل اون صدام حسین یه همچین وضعی رو داشت. ولی شما در نظر بگید همسر آقای دکتر حبیبی در اوج جنگ ایران و عراق، ایشون مسئول ورود دارو در هلال احمر بود، یا من همیشه میگم شیر خورشید سرخ ایران، خدا میدونه چه داروهای فاسدی اینا وارد کردن. مواردیشو من میشناسم، فردی که واسطه شون بود در بریتانیا و داروهایی که میخریدن تاریخ مصرف گذشته رو عوض میکردن و به ایران میفروختن. و این سرکار خانوم معاون رئیس جمهوری ملقب به کدو که در تمام این 20 و چند سال عمرش یا معاون رئیس جمهور بود یا وزیر دادگستری بود، رئیس فرنگستان بود، یک قدم بر نداشت که آدم بگه این یه آجر از ایشون به یادگار مونده. همسرشون آنچه دلشون خواست کردن. میخوام بهتون بگم در دوره آقای احمدی نژاد هم از این گنگکاری ها بسیار زیاد شد. بسیار اسباب تأسفه در کشوری که معتقدن اسلام ناب داره در اونجا حکومت میکنه، فساد اسم شبه. یعنی شما اگر فساد بگید ره به اون دهلیز قدرت خواهید داشت. فساد اسم شبه، از دفتر مقام معظم شروع میشه، دامادشون، دستیارانشون، میره به جاهای دیگه دیگه تا اون پایین ترین سطوح جامعه. آقای نوری‌زاده ببینید، صحبت آقای حسن حبیبی رو کردین که انواع و اقسام، به هر حال اینا انسان‌های چند منظوره هستن که همونطور که گفتین یه روز رئیس فرهنگستان، یه روز معاون رئیس جمهور، یه روز یه کار دیگه. از جمله حرفی رو که من شنیدم آقای نوری‌زاده از کسی، رئیس کتابخانه ملی ایران، سمت بسیار فرهنگی مهمی است، آقای رضا صالحی امیری، ایشون آمده و گفته حکم واجب القتل بودنی که آقای خمینی صادر کرد برای قتل سلمان رشدی، این عین اعتدال. شما ببینید این سیاستی که ایران رو ایشون الان در دادگاه نیویورک باز از سفره مردم پرداخت میشه، غرامت اعمال آقایون امثال همین عوامل تروریستی که هستن. ایشون آقای رئیس کتابخانه چه سابقه ای داره که رئیس کتابخانه ملی است، اون هم با یه همچین فرهنگ و سخنان، مرده شور بوده اومده شده رئیس کتابخانه. مگه اینا سابقه هر کدوم میرید چه جوریه؟ یه وقتی من یادم آقای منوچهر متکی وزیر خارجه دنبال سابقه براشون میگشتن، گفتم آقا یه آدم بوده تو گرگان برش داشتن و وردن، خوب بلد بوده بکشه، خوب همه کن. تو ترکیه سفیر تو صندوق عقب ماشینش دوتا مخالف و مجاهد و هم داره میذاره میاره ایران، میشه سفیر، میشه وزیر خارجه. اگه گلوله تو مغز زندانی زده باشی مقام میگیری. به نظر من فیلم زندگی خصوصی یه مورد بسیار عالیه، اینو در برابر چشمون میذاشت. یه پونس فرو کن به پیشونی هنر پیشا، وزیر ارشاد میشد، بعدش هم مد روزنامه میداد بیرون. خب ببینید سوابق رو که شما نگاه میکنید، منهای یه جمع معدودی که البته توشون هست، فاضلن، اهل علمن، آدم های معتدلن، خیلی معدود،
ولی بقیهشون سابقه اینجوری دارن. آقای کوچکزاده که امروز تو مجلس بلبل زبونی میکنه، سوار جیپ سپاه تو شیراز تو خیابون میچرخید، فدایی مجاهد ملی نشون میداد که بگیرنش. اینا همشون سابقه اینجوری دارن، افتیر به کمر اومدن. آقای ساز کرد حرف من سال پیش من مشرف بر همین بود. امروز روز قرن 21 باز میبینید که آقای رئیس کتابخانه ملی ایران کشوری که به هر حال اونچه که بهش مینازه خیلی همین داشتن آدم های بزرگ مثل فردوسی و بقیه هست. رئیس کتابخانه ملی یه همچین کشوری یه همچین حرفی میزن. بله. ادامه بقای یه همچین آدمی بر سر کار و چون این آدم ها و نظامی زیانهایی که داره که شما اشاره کردید. اما آیا نشونهایی در چشمنداز دیده میشه؟ دست کم برگردیم برای این بحث در همین مسئله اتم که به سود مردم یه کاری اقدامی بکنه. این برنامه اتمی را حلش چی هست که به سود مردم باشه؟ والا اگر سود مردم رو بخوان، این پروژه از اساس پروژه غلط و اتفاقا رویده به یکی از بیماری های دیگه دیکتاتور هاست. به کیفیت عجیبی بعد از یه مدتی دیکتاتورها علاقمند میشن به اسباب بازی های نظامی و لذت میبرن از موشک و هواپیما و توپ و تانک و غیره و ایزن رابط بمب اتمی. به هر حال آقای خامنه ای تصورش این است که اگر بمب اتمی داشته باشه، بر اساس چیزی که چندین سال قبل دفتر مطالعات استراتژیک سپاه برای ایشون تهیه کرد، اون وقت حمله همه جانبه به خصوص از جانب امریکایی ها به سبک عراق یا افغانستان به او دیگر نخواهد شد، ریسک این رو نخواهند کرد چون ممکنه سلاح هسته‌ای رو متقابلا به کار ببره، و اگر این یه دونه دیگه از سر خطر از سر ایشون رفع بشه دیگه تهدیدی نداره، میتونه به حکومتش ادامه بده. به این دلیل در واقع به 20 سال رفتن سراغ ساختن سلاح هسته‌ای و این همه خسارت به کشور دادن. وگرنه به لحاظ اقتصادی آقای چالنگی آنچه که ایران کرده تا الان مستقیم 40 و چند میلیارد دلار هزینه شده و از قبل تحریم ها هم دست کم 130-140 میلیارد دلار خسارت خورده و به نظر من عدم و نفع و عدم سرمایه گذاری ها و سایر تبعات تحریم ها این عدد شاید بیش از 1.5 تریلیون دلار 500 میلیارد دلار به کشور ما خسارت خورده، در حالی که ارزش اورانیوم غنی شده ای که تا الان تولید کردن دارن سرش هم تو وین چونه میزنن انقدر باشه به سختی 20-30 میلیون دلار. یعنی همین اورانیوم رو میشه از بازار دنیا خرید اگر ریگی به کفش نباشه برای استفاده در راکتور بوشهر یا هر استفاده دیگه. ببینید این پروژه در واقع پروژه بی سرانجامی هم هست که مطمئن باشید دنیا هم امکان نداره اجازه بده آقای خامنه ای به بمب اتمی برسه و فاصلش رو با بمب اتمی دنیا جایی نگه میداره که نتونه دسترسی پیدا بکنه. اما یک اتفاق و اما دودش در واقع به چشم مردم ایران داره میره. این رو هم عرض بکنم در انتهای صحبتم، به نظر من دیکتاتوری ما در ایران یا بهتر بگیم استبداد دینی حاکم بر ایران یه فرقی هم با خیلی از دیکتاتورها داره. بسیاری دیکتاتورها لااقل با دنیای مدرن مشکلی نداشتند، سهل است اونها را میخواستن به کشورشون ببرن ولی عوارض دیگه گریبانشون گرفت. دیکتاتوری ما پشت به دنیای مدرن هم هست و برای خودش اصلا رسالت قائله که با دنیای مدرن در بیفته و این اون مصیبت قوز بالای قوزیست که در دیکتاتوری ما اتفاق افتاد. حداقل دیکتاتوری شوروی که بسیار دیکتاتوری آهنینی هم بود تئوریسینش کسانی بوده مثل سوسولوف که بسیار با دنیای مدرن هم آشنا و نه مثل تئوریسین ولایت فقیه که معتقد است امام زمان یک همسر تهرانی هم داره چهار کوچه بالاتر. آقای نوری‌زاده بازی‌ها رو دیگه آماده دارین میشین ببینین دیگه.
بله بله حتما، واقعا این بازی ها که ما رو کلافه کرد قربان. آلمان که واقعا درود، هفت اصلا روزی که آلمان برنده شد سعودی ها ریخته بودن تو خیابون شادی میکردن. نه اینو براتون میگم، چون قبلا 8 گل خورده بودن از برزیل، حالا میگفت الحمدلله حالا برزیل اومد، از آلمان 8 گل خورده بودن، گفتم حالا برزیل هم 7 گل خورد، مساوی شدیم تقریبا. آقای سازگارم که حتما میبینه. ببینید تینا تهیه کننده برنامه مرتب در گوش من میگه وقت برنامه تموم شد تا به آلمان رسید دیگه صحبتی نکرد، چون طرفدار تیم آلمان دوست داره. چه راجی برنامه شرط بندی هم کرده، برنده شده. بله بله، سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز. آقای سازگارم حتما من میدونم که میشینم برای بازی ها رو تماشا، فینال بازی ها رو. با سپاس از شما و با امید به فردایی بهتر، روز و روزگار شما خوش.